السلام علیکم دوستان عزیز، شاگردان محترم، آغاز میکنیم قسم سیومی درس یکم را، عددهای ناتورالی و عدد صفر. ما برای شما در قسم دویومی درس یکم مسئله های از رقم 4 تا رقم 7 کتاب درسی سیمت پنجم را حل نموده بودیم و برای شما وظیفه خانگی پیشنهاد نموده بودیم. گفتیم که سه عددی یک خله رو جمع کنیم که با این ترتیب باشند و عددی سه رقمی حاصل شود که هر سه رقم هایش یک خله باشند. و تو حاضر من نگریستم، در کامنتاری هیچ کس جوابش رو ننوشته است. پس در این ویدیو وظیفه خانگی رو حل میکنیم و حل چنین است. برای حل کردن مثال حل هر یک مثال ماتماتیکی در خود یک سر دارد و سر این مثال در آن است که انک ما از برعکس آغاز میکنیم. ما عددهای سه رقمی که هر یک از رقمهایشان همه رقمهایشان برابرند ما باید به سه تقسیم کنیم و کدام عددی که آخرش به آخری همون عددی سه رقمه مانند شود، آنگاه جوابی که ما جستجو میکنیم همان است. و پس اول از 111 سر میکنیم. 111 تقسیم 3 تقسیم 3 این عددی سه رقمه نمیشود. تقسیم 3 برابر سیتوگی میرسد، سیتوگی 90، باز 10، 21 تا میمند، 70، 37 میشود. البته که این جواب نیست. دوی مش رو میبینیم، 222 تقسیمی 3، این برابر میشود به فکرم 74، 74 اینه که 37 ضرب 2 74، 7 کار 3 21 110، 4 کار 3 12 122 222 74 هم نمیشود، اینه که 222 هم نشود. 174 برامد به 3 تقسیم کردیم و فکرم بعضی ها فهمیدن اینه که 3 عددی 3 رقمه یک خله جمع میکنیم عددی حاصل می شود که همه رقم هایش برابرند. یعنی که اگر ما همون عددی سه رقم رو به سه، به یک، دو، سه تقسیم کنیم، الکی همون عددی سه رقم هایش گوناگون حاصل می شود و 333 تقسیمی سه البته حاصل می شود 111. این جواب نیست چون که همه رقم هایش برابرند. من حساب میکنیم 444 میسنجیم تقسیمی 3، البته این میشود 37 رو به 4 ضرب میکنیم 120، 4 کر 3 12 120، 4 کر 7 28، 120 جمع 28 148 برابر است با 148، یعنی که 74 ضرب 2 148. و این هم نشود چون نگاه کنید رقم های آخران نیز برابر نیستند. 444 با 4 تمام شود، 148 با رقم 8 تمام شود. خب اکنون ما با 55 رسیدیم تقسیمی 3، البته این می شود 185 می شود 185 و جواب این است. جواب یعنی که 555 به رقم 5 به اتمام رسید، به رقم 5 به اتمام رسید و 185 نیز به رقم 5 به اتمام می رسد. جواب این است. یعنی که جواب که ما باید جستجو میکردیم این است. جواب وزیر خانگی بوده است 111
85 رو اگر 3 بار جمع کنیم ما حاصل میکنیم 555 رو و میگذاریم بعد درس. اکنون ما حل میکنیم مسئله رقم 8 رو، کمی هم تیز حرکت میکنیم و فکر و اندیشه های خود رو در نوار در زیر نوار نویسید، چون ما صورتی با صورتی تیز حل میکنیم یا که آهسته حل میکنیم، چون وقتی شما رو نیز نگیریم و بدونیم که وقت چیزی خیلی پرقیمت است، وقت رو خریده نمیشود. شرط مسئله رو میخونیم و مینویسیم سه عددی تاقی پای در پای از ده کلون را نمبر کنید. حل. خب سه عدد تاقی پای در پای از ده کلون. خوب است، کمیان مونتور شد. حل را با دیگر رنگ نویسیم. خوب است، سرخ با رنگ سرخ نویسیم. سرخ فتن که ضرر دارد، رنگ سرخ بهترش با رنگ سیاه می نویسیم. خوب است، نگاه کنید، سه عدد تاق پای در پای از ده کلون. و خودتون می بیاریم که عدد های تاق چگونه عدد بودند، عدد هایی که با رقم تاق با آخر می رسند. بعد ده 11 با رقم 1 با آخر رسید، پس 11 درست است. 11 12 نمی شود چون با 2 تمام می شود، یعنی که جفت است. 13 می شود و 14 جفت است برای اون که با 4 تمام شده است. و آخرانش یعنی که 3 عددی توق این 15 است. جواب 11 13 و 15. یکی سه عدد توقی پای در پای از 10 کلان بودند، 11 13 و 15. میگذاریم به حل کردن مسئله رقمی نهم. البته که مسئله های حلشون نسبتا میان آمده، یعنی که اول اینا تا 8 آسان بودن، میانه بعد از 17 بالا مسئله های مشکل بودن. خب رقم 9 را شرطش را میخونیم. عدد های یک رقم را به ترتیب چپا نمبر کنید. عدد های یک رقم را با ترتیب چپا نمبر کنید. نمبر میکنیم. جواب یک بار جواب مینویسیم چون به مقصد موفق تر است. جواب یکان جای مشکلی ندارد. ما هم نمبر میکنیم هم مینویسیم. یک رقمه البته که 9 هست، بعد 8 با ترتیب چپ، اینه که از کلان بخور 9 8 7 6 5 4 3 2 1 و 0 و 0. جواب با فکرم اگر معقول شده باشد، پسند مونده باشد، لایک میگذاریم. اگر خواهید، این از شما وابسته است، این خواهش شما است. عدد های رقم 10 عدد های تاقی از 13 تا 29 را نویسید.
نویسید. ما هم می نویسیم هم نمبر میکنه. حل خب عدد های تاقی از 13 تا 29. خب ما یک باره به فکرم خیلی شما در باره عدد های تاق معلومات یافتید، عدد های نتورالی تاق بعد از خود 13 است. باز یک بار دیگر اگر تکرار هم شود نمبر میکنیم، یعنی که 13 عدد تاق بود و عددی که با رقم تاق به آخر میرسد. بعدی سه عدد تاق 5 است، یعنی که با 5 تمام شود 15 است. خوب است، بعدی 5 این 7 بود پس می شود 17، بعدی 7 این 9 بود می شود 19 و ما گذاشتیم با 20. 20 با دو دهی ها، یعنی که عدد هایی که دو دهی دارم 20 جفت است تاق نیست پس می شود 21، بعد 21 23، بعد 23 25 24 نمی شود، 22 هم نمی شود، 26 نمی شود، 27 و نهایت خودی 29. این بود جواب. می نویسیم جواب. 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 دو نقطه. نوشتیم ما 13 سنزده، پانزده، هبده، نوزده، بیستو یک، بیستو سه، بیستو پنج، بیستو هفت و بیستو نه. اینها بودند عدد های تاقی از سنزده تا بیستو نه. خب است. مسئله بعدی نه. مسئله رقمی یازده. رقمی یازده. رقمی یازده. شرطی مسئله چونین است. در بینی عدد های 24 و 41 چند عدد تاق موجود است؟ در بینی عدد های 24 و 41 چند عددی تاق موجود است؟ موجود است. در بین عددهای 24 و 41 چند عددی تاق موجود است؟ علامت سوال. میگذاریم به حل. به حل. خوب است. 24 اکنون عدد تاق گفته است، 24 خودش تاق نیست جفت است، 25 یکم، 26 نیست، 27 دویم، 28 نیست، 29 سیم، 30 نیست، 31 چهارم، 32 نیست، 33 پنجم، 34 نه 35 ششم، 36 نه 37 هفتم، 38 نه 39 هشتم، 2 3 4 5 6 7 هشتم، 40 نه 41 نهم. یعنی که در بین عددهای از 24 تا 41، یعنی که 41 هم ما اگر قبول کنه اکنون در بین گفته است و فکرم 41 خودش داخل نمی شود، در بین عدد ها گفته است. اکنون اگر صنف های بالا اگر می شود یا فاصله پیش نمی کرد یا پارچه. اکنون اینکه صنف 5 است در بین گفته است، ما دو وریانت پیش می نماییم در جواب. در جواب. جواب دو نقطه.
اگر چلیق داخل باشد دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه تا با چلیق نه تا و ب چلو یک هشتا. هشتا مسئله هر شد اکنون وقت هم خیلی گذشت. خوب است، در زیر رقمی دوازده خیلی حل میکنیم. دوازده در رقمی دوازده رقمی دوازده در زیری زیری عدد های جفت خط کشید جفت خط کشید در زیر عدد های جفت خط کشید دو نقطه 16 20 35 41 56 64 72 75 75 81 81 87 90 122 146 153 حل حل با دیگر رنگ می نویسیم با دیگر رنگ می نویسیم اکنون اینها را کپی را باید میکنیم خب میگذاریم نگاه میکنیم شرطی مثال چی گفت در زیر عدد های در زیر عدد های جفت خط کشید جفت 16 است پس میکشیم 20 جفت از خط میکشیم اینجا خط هست خط میکشیم 41 35 جفت نیستن تاقن چون که به رقمی تاق با آخر رسیدن 56 با رقمی جفت با آخر رسیده است پس وی جفت است 64 جفت است چون که به 4 به اتمام رسیده است 72 جفت است به 2 به آخر رسیده است 75 نیست 81 نیست چون که به 1 87 به 7 نیست 90 به 0 که 0 جفت است 122 و دو که جفت است 146 ما مسئله رو حل کردیم خط کشیدیم و جواب نیز همین است جواب می نویسیم جواب ما در زیر عدد های جفت خط کشیدیم میگذاریم در جواب خب اینجا رو میکشه و اینجا بعد جایگیر میشه و بنویس میشه کلامش خیلی خوب است شما اینجا رو انتخاب میکنه خیلی درست است خوب است اکنون با فکرم کفایه است چون دوازده تا شد تا دوازده آمدیم
یک تا. خوب از 8 سر کردیم، از 8 یک دو سه چهار پنج مسئله حل کردیم. خب از برای شما وظیفه خانگی پیشنهاد می نماییم. وظیفه خانگی چنین است. وظیفه خانگی، بکنید رقم 13 رو اگر کسی تواند حل نماید و چونین یک مسئله است که در بین رقم های 5 و 6 یک علامت گذارید که در نتیجه از 5 کلام باشد و در نتیجه حاصل شده از 5 کلام باشد و از 6 خورد. یعنی که فکر ما این عدد است، عددی حاصل شود که از 5 کلام باشد و از 6 خورد و فکر و اندیشه های خود را نسبت این نوار در کامنتار نویسید. تشکر برای شما و ویدیو را لایک میگذاریم، قدلیسه مینماییم و فکر و اندیشه های خود را در زیر نوار مینویسیم. تا نوارهای آینده، تا درسهای آینده در پناه خدا باشید و امیدی پیشروی این کاری ما فکر و اندیشه های خود را نویسید که بسیار مهم است. پناهتان به خدا. سلامت باشید. رحمت. یک جان تشکر.